شب جمعتون بخیر. نادر سلطانپور هستم. برای سومین روز چند شهر ایران صحنه تظاهرات و اعتراض به وضعیت ارز و گرانی و بیکاری بوده. در تهران تجمعی همراه با شورای ضد حکومتی برگزار شد. در اصفهان نیروهای امنیتی با معترضان درگیر شدند و پلیس گاز اشکاور شلیک کرد. شیراز، مشهد، ساری، گوهردشت و اشتار کرج هم ناآرام گذاره شدند. آیدین صالحی نگاهی کرده به وقایع امروز. پنجشنبه شب تهران، ناآرامی و اعتراض. وسعت اعتراض ها در پایتخت مشخص نیست، اما بعضی ویدیوها در شبکه‌های اجتماعی از درگیری های پراکنده بین معترضان و نیروهای امنیتی خبر می‌دهند. درگیری هایی که امروز در اصفهان گسترده بود. در اعتراض به وضع بد اقتصادی، اگر مشکلی باشه چی می‌ذارید از نوادی مربوطه بگیرید؟ مشکل خیلی داریم. ابتدا یک خیابان بین معترضان و نیروهای امنیتی تقسیم شده بود، اما اوضاع به سرعت تغییر کرد. پاسخ نیروهای امنیتی به سنگ گاز اشکاور است. تخمین شمار تظاهر کنندگان در اصفهان مشکل است. به گفته شاهدان، نیروهای امنیتی مانع شکلگیری تجمع شدند. جمعیت پراکنده بود، خیابونا نداشتن مردم به هم برسن و اجتماع تشکیل بدن. درگیری متفرقه تو هر کدوم از خیابونای شهرک صنعتی امیرکبیر یا امیرکبیر یا مشیر، هزار دستان، همینجور به صورت پراکنده است. و اعتراض‌ها در شاهین شهر و نجف آباد. در تصاویر منتشر شده زنان حضوری گسترده دارند. در شیراز شعارها هم علیه حکومتند، هم سیاستهایش در غزه و لبنان و هم نشان دهنده نارضایتی از گرانی و تورم. خبرگزاری دولتی ایرنا با گزارشی از تظاهرات در شیراز آن را غیر قانونی خوانده با شعارهایی ساختار شکنانه. ایرنا پس از مدتی این خبر را حذف کرد. و این تصاویر از مشهد است با حضور پرشمار نیروهای پلیس. و اینجا اشتهار است مقابل فرمانداری این شهر. دور تازه اعتراض‌های خیابانی در ایران از سه شنبه آغاز شد با فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی. دامنه آن به شهرهایی همچون گوهردشت، کرج و عراق هم کشیده شده. سقوط ارزش ریال، گرانی و آغاز تأثیر تحریم‌ها شرایط اقتصاد ایران را بحرانی کرده. دولت حسن روحانی در واکنش به دنبال ترمیم کابینه و تیم اقتصادی است. شماری از نمایندگان هم از رئیس جمهوری خواستند برای پاسخگویی درباره وضع اقتصادی به مجلس برود. بخشی از حاکمیت هم دلیل را دستهای پشت پرده می‌داند و راه حل را برخورد شدید با کسانی که مسبب وضع امروزند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید شیعه در نامه امروز هم به دولت تاخته و هم قوه قضاییه. مردم معتقدند تیم اقتصادی دولت ضعیف است. چرا این تیم ضعیف را عوض نمی کنند؟ مردم از دستگاه قضایی نیز به شدت شکایت دارند. می گویند اگر با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند، این جرثومه های فساد به سرعت برچیده می شوند. آیت الله حسین نوری همدانی هم نظری مشابه دارد. او خواسته با اخلالگران اقتصادی مانند خائن برخورد شود. برخورد شدید، دستگیری و حتی اعدام. آیا اینها راه حل یکی از جدی‌ترین بحران‌های اقتصادی ایران است؟ بحرانی که اجرا شدن تحریم‌های آمریکا را پیش رو دارد.
آن هم در آینده‌ای بسیار نزدیک. آیدین صالحی، بی بی سی. در ایران اعتراض‌ها به وضعیت ارز، گرانی و بیکاری به شهرهای بیشتری گسترش پیدا کرده. در تهران تجمعی با حضور سنگین نیروهای امنیتی برگزار شد. در چند شهر از جمله اصفهان، شیراز و مشهد نیروهای امنیتی با مردم درگیر شدند. ساری، نجف آباد، گوهردشت و اشتهارد کرج هم ناآرام گزارش شدند. تهران 11 مرداد ماه، چهار ولی هست به سمت میدان موز. اعتراض به وضعیت معیشت در مرکز تهران. در چند شهر دیگر هم نیروهای امنیتی با مردم درگیر شدند. روایت وقایع امروز در اصفهان رو از محسن، یکی از حاضران در اعتراض های این شهر، بشنویم. از صبح که من اومدم محل کارم تو منطقه شاپور جدید، خیابون امیرکبیر، ماشینای یگان ویژه سر تا سر خیابون وایستده بودن، دست چپ و راست کامل وایستده بودن، آماده باش بودن. هولوش فکر کنم ساعت 11:30 همین هولوشا بود که دیدیم که درگیری شده تو خیابون خود اصلی، خیابون امیرکبیر درگیری شده بود. یه سری مامورا اومدن یگان ویژه پرپخش کردن با گاز اشکاور، با تیر، با یه سری نمیدونم ماشین آبخاش بود که میومد سمت مردم میگرفتن. اینطوری مردم پراکنده کردن، از اون طرف بعد رفتن، یعنی مردم رو میروندن عقب، میرفتن همه به سمت خیابونای فرعی. تو خیابونای فرعی که رفتن اونجا، حالا مردم ها به خاطر گاز اشکاور و به خاطر سوزش که بچش و سینه و اینا بود، لاستیک و اینا آتیش زدن. ولی بعد که دیگه دیدن مردم خیلی زیاد شدن، رفتن درخواست کمک دادن، نیروهای بسیج اومدن، یه مش بچه 13 ساله 14 ساله رو چوب باتوم داده بودن دستش، باتوم سپر میزدن، جای گلوله رو بدن من هست، تیر جنگی نبود، ساچمه‌ای سمت مردم خیلی راحت شلیک میکردن، بدون این که اصلا بدونن آقا کمر به پایینه. حالا نمیدونم تو قانون خودشون نمیدونم، میگم بزنیم، فکر کنم هر جا که شد شد، مهم نیست چون آدم نیست. چرا؟ چون طرف اومده بیرون داره میگه آقا گشنمه، آقا ندارم بخوام بخورم، آقا پول نیست، خجالت زن و بچه‌مو دارم میکشم. آقا دولت مردمون عین خیالشون نیست، براشون مهم نیست اصلا که مردمشون چجوری دارن زندگی میکنن. آقایون دلواپس که منافع خودشون تو خطر میفته، بله، منم اگه بودم میگفتم آمریکا باید این پیشنهاد به گور ببره. چرا؟ چون داره، مهم نیست براش، اون چه میفهمه اصلا گشنگی رو؟ تا حالا فهمیده که گشنگی چیه؟ محسن بود از اصفهان. از مشهد هم حمید مشاهداتش رو از تجمع اونجا برام گفت. امروز از حالوش ساعت 11 صبح به مردم یه تجمع تشکیل دادن در میدان شهدای مشهد، حوالی شهرداری مشهد، و جمعیت زیادی اومده بودن، چند هزار نفر بودن به طور پراکنده. نیروهای امنیتی هم خیلی گسترده حضور داشتن و خیلی به شدت سرکوب میکردن. همونجا چند تا دختر خانم بازداشت شدن، من دیدم خودم، و مسئله که پیش اومد تیراندازی هوایی میکردن به طور ممتد که مردم بترسن، و هر از چنگایی که مردم شعار میدادن حمله میکردن مردم پراکنده کنن. ولی نکته‌ای که وجود داشت همدلی بین مردم بود، و اینکه واقعا با دفعات قبل فرقش این بود که مردم عصبانی بودن و حرفشون رو میزدن و عبایی نداشتن از اینکه با مامورا دهن به دهن بذارن. من چند مورد دیدم، به خصوص شیرزنان مشهدی که تو روی مأمور واستادن و اعتراض میکردن که چرا سرکوب میکنی، ما اومدیم اینجا واسه گرونی، واسه بیکاری.